وقتی که من این سریال دیدم خیلی حس نزدیکی کردم با خیلی از تلخی هایی که در جامعه ما وجود داره، تلخی هایی که در کشور ما هست، در فرهنگ ما وجود داره که خیلی وقتا ما متوجهش نمیشیم. خیلی وقتا فکر نمیکنیم همین چیزهایی که اتفاق میفته غلط هستن، اما دیدن از این سریال از یک چشم سوم از بیرون وقتی که دیدم متوجه شدم که خیلی مشکلات ما زیاده و مشکلاتی هست که ما همیشه هم میبینیم ولی بیتوجهیم درش. شب نمیدارید بجای دعای و فاتحه بحث و منظیره اقلن به حرمت روحی مادری رحمتیتان یک دیگر احترام کنید. کی باز در باره مادر و احترام گم بیزدگی شده؟ ای چرا یه حرف زد؟ پدر یکمکی شرمید. من حس کردم که ما نمیدونیم چیزی از گذشته، اصلا نمیفهم که چه اتفاق افتاده، ولی حسی که مگدم میاسته که همو فرزند خورشید نامش هست، شاید همیشه پدرش خلازو رفتار بد کرده، شاید همراه مادرش رفتار بد کرده، شاید یک آدم غلدور خشنی بوده که هیچ وقت گپ زن خودش گوش نمیکرده، هیچ وقت حرفای اولاد خودش نمیشنیده. و همین مرد خورشید خودش الان کلان، یک آدم کلان هسته، یعنی سنن بزرگ هسته، خودش اولاد داره، خانوم داره، ولی هنوز هم همو خاطرات تلخ گذشته خود نتونسته فراموش کنه و باعث میشه که نتونه رابطه خیلی خوبی با پدر خودش ایجاد کنه. همو پدری که زمانی که جوان هسته یا مادری که زمانی که جوان هسته فکر نمیکنه که رفتار از من چه تأثیری میذاره روی کودکم، باعث میشه که آیا اونا در آینده آدم خوبی شوه یا آدم بدی شوه. و باز هم اینو میبینیم که خورشید تلاش میکنه متفاوت از پدر خودش باشه، به خاطر از اینکه خودش دیده چقدر دردآور است وقتی که تو یک پدری باشی که به گپ فرزند خودت گوش نمیدی، و این تلاش کرده که برعکسش باشه. اما میتونست به راحتی یک آدمی باشه که تکرار پدر باشه، اما تصمیم گرفت که اینطوری نباشه. بازم بیشتر صحبت میکنیم که همین صدمه روانی یکی از تأثیراتی که میذاره این است که یا تو شبیه همو آدم میشه که خشونت میکنه، یا میگه که او خیلی بد است و من مخالف همین میخوام برم. و این تصمیم خیلی یک تصمیم حیاتی و جدی هست. در یک بخش دیگه از سریال میبینیم که چطور شهریار با مهپاره رفتار زشتی را شروع میکنه و به خودش حق هم میده که به خاطر طلاهای زنش زن خود کتک بزنه. یعنی هیچ زن هیچ حقی نداره که مال خود کجا میتونه نگهداری بکنه. کتی لازم شد رفته میگیر منه حاضر لازم خیس حاضر رفته کسی بیا خیس نه تو با من نیه گفتی؟ وی با من با شهرت نیه گفتی؟ شهریار با تیلوها نره تو با من نیکتی با شهرت نیکتی. خشونت خانوادگی وقتی که همیشه ادامه دار بشه طی سالیان سال تبدیل میشه به تراما. تراما یعنی صدمه روانی، یعنی آسیب روانی. آسیب روانی چه تأثیراتی را روی روان کودک میذاره مشخصا، یا روی روان کسی که مورد ظلم قرار می‌گیره. اولین چیز پایین بودن اعتماد به نفس هست. اون نفر فکر میکنه که من اگر حرفی بزنم، من اگر کاری بکنم، من اگر بخوام خودم بشم مورد لطکوب، مورد خشونت قرار میگیرم. به خاطر همون هیچ وقت خود واقعی خود نمیتونه نشان بده. دومین چیز همیشه ترس داشتن از اینکه الان قراره که اتفاقی برای از من بیفته، من ناامن هستم. سومین چیزی هست که آدم نمیدونه که وقتی که مشکلی براش پیش اومد چطوری با همون مشکل مقابله بکنه. تراما یک مریضی دیگه ای را امکان داره به وجود بیاره، یک بیماری دیگه ای را به وجود میاره به نام PTSD Post Traumatic Stress Disorder یا اختلال پس از سانحه. همه از این مشکلات ما گفتم چیکار الان ما میتونیم بکنیم که گرفتار همین مشکلات نشیم. اولین پیشنهاد از ما این است که ما باید یک قدم برداریم در فرهنگمان،
هر زمانی که من با صدای بلند با یک لحن خیلی بد با یک لحن سرکوبانه با کودکم صحبت میکنم خشونت انجام دادم. اراده کنیم، تصمیم بگیریم و همین سبک زندگی ما رو عوض بکنیم، سبک زندگی سالم تر داشته باشیم. مادر جان، من همین خیلی میخوام. اون خیلی که شما میخواید به من معقول نیه. من میخوام مثل همه باشم. به من معنی یاد نده. همه از من میپرسد که برای چی تو این خیلی بازهای غلطی میپوشی، سرودهای ابلهانه میخوانی، برای چی من به هر کسو ناکس فهمانیده شینم که برای چی پسری من از یک دنیای دیگر. وقتی که دوشنبه خواندنی روی چی خیلی خواهی گشتن گیر، لیکن اینجا آدم بری میگردی، فهمیدی؟ اگر دوشنبه نرود چی؟ یا این سال داخل شده نتواند؟ برای آزادان زندگی کردن باید از این شهر بیرون رود. در این خانه، در این شهر آزادان زندگی کردن ممکن نیست. همیخه؟ بسیار خوب.